درود به همگی گایز، به چنل پوری پودک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. امروز این مسابقه خفن داره پوری پودک با یکی از بهترین های ایران سردار آزمون. امیدوارم که این ویدیو رو ببینید و یه سوالای جنجالی پرسیده که نگو نپرس. حالا به قول پوریا لایک و کامنت ساب یادتون نره بچه ها، بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. سردار آزمون چطوری زیبا؟ متشکرم حاجی، یکی که خیلی خوشحالم اومدی. همت گرم. بچه‌ها بار دوم سردار رو داریم. یه بار قبلا نمیتونستم بگم ولی الان میخوام با اجازه سردار بگم. بچه سردار که کسی دیگه نمیدونم. من وقتی اومدم آلمان وقتی جنگ بود واقعا بیشتر تعریف کنم. مرا اون تا چش گذاشت برام، خودش بهم گفتش که بیا پیش ما اگه مشکل داری. یعنی میخوام ازت کاملا تشکر کنم. دمت گرم سردار. یکی بو مرام تنگ آدمی هست که ندیدم من نزدیک ولی باهات حرف زدم. آماده ای؟ کلی سوال حاشیه‌ای خفن دارم در مورد. بریم مصاحبه های فوتبالی تو کردی. ما اینجا چیزای فوتبالی هم داریم ولی بیشتر وارد رپ هم میخوایم شیم. حالا قوانین بازی بذار بهت بگم چی جوریه. ببین، یک سوالی که نمیخوای جواب بدی و میگی رد. رد اصلا نمیخوام جواب بدم. سوالی هم که میخوای جواب بدی میتونی جواب بدی و بعدش توضیح بدی. بریم سوال یک. رد. نه بابا تو بپرس. اولین آهنگ رپ فارسی که گوش دادی چی بود؟ اولین آهنگ. خیلی سخته. اولین آهنگ هر کدومش یاد میاد؟ ببین اون فکر میکنم هیچ کس بود. فکر کنم کدوم آهنگش؟ اختلاف. همونی که مثل باها. نه بازم کلام. واه هیچ کس پیش رو. هیچ کس پیش رو. آهنگم گوش دادی؟ یادم نمیاد اولیا. خب یادم نمیاد اولی، ولی حس میکنم که آره یکی از اولیا. بیشترین رپری که تو پلی لیستت گوش میدی اسمش چیه؟ یا اصلا رپر رو گوش نمیدی؟ شانسیه. چرا؟ نه بابا من خیلی دوست دارم اتفاقا. کسی که از همه بیشتر آرمین رو زیاد دارم. آرمین تو آرمین آره. بیشتر غمگین گوش میدی یعنی؟ نه اتفاقا نه، دارم امیر خلوت رو دارم. او ایول. آرمین رو دارم. پس قدیمی بازی. آره من خیلی قدیمی بازم. ایول. زد بازی هم دارم. آه زد بازی هم داری. بهترین رپر ایران از نظر تو کیه؟ از نظر من؟ آره از نظر تو، کسی که واقعا دوستش داری و از نظر تو بهتری. ببین من خیلی از سبکای زد بازی خوشم میاد. تو وایبا رو بیشتر دوست داری؟ آره خب مخصوصا دیس بازی که میشه، من عاشق اینم که هم دیگه رو دیسی کنه خیلی دوست دارم. با اینکه میدونم خیلی چیزا شو باشه ولی باحالم. زد بازیه یعنی از نظر تو بهترین؟ من زد بازی رو دوست دارم. آره من سیجل رو خیلی دوستش دارم. باحاله. ام جی رو دوست دارم. سهراب خیلی دوستش دارم. دوست خودم هم هست. مراد ایدن چی؟ ببین همه این رپرایی که خیلی معروف شدن از نظر من خیلی خفنن. خیلی یعنی لیاقتشو داشتن دیگه 100%. قطعاً. ببین من علکی معروف نشدم. به نظر من یه چیزی داشتن که این همه سالم این همه دارم میترکونه. هر یه آهنگی هم میدم میترکونه. همشون خوبن. هیدن هم خوبه، جی جی هم خوبه، ولی من خودم فیوریتم بیشتر به سمت اون دوتا هست. اوکی فهمیدم. یه مدت خیلی کراش داشتم روی، یعنی کراش کراش موزیکی داشتم به هیدن. آره ولی خب در کل من چیز میکنم، یعنی سیجل و از همه سیجل و ام جی و بیشتر. من سعی میکنم با سیجل و ام جی بخونم. حالا بدترین رپر ایران گوشش میدی حالت بده؟ واه گوشش میدم حالش بده. گزینه ردم داریم یه... نه اوکی. یه دونه رپر هست همش ناله میکنه، نمیشناسمش. یعنی سبکش ناله کرد جدیده یا قدیمی رپره؟ یا نه اونم اس در کرد. خب به خاطر ناله بودنش داد میزد. برا حالا میدونم چیو میگی. اون بنظر من میدونم چی رو میگی. اول اسمش میم داره، نمیگم ولی میدونم چی رو میگی. نمیدونم منم واقعا نمیدونم اسم فامیلش. روش هیچ کس یا فدایی؟ یه چیزی بگم. آره من آخه واقعا از نظر رپی هر کسی سلیقه‌ای داره. دوتاشون فدایی زیاد گوش ندادم. پس هیچ کس یعنی افتقارشو نداشتم واقعا گوش بدم، ولی خب بینش سروش هیچ کس رو چیز میکنم. هیچ کس. آره اوکی. ببین یه سوالی ازت دارم، با دقت گوش بده زیبا. ببین سه نفر که اصلا نمیشناسیشون، اصلا اینا رو نمیشناسی، یه جای دنیا اگه تو جونتو بدی بمیری دور از جون، اون سه نفر زنده میمونن، ولی اگه تو نمیری اون سه نفر میمیرن. این سه نفر رو نمیشناسی. با من ترکمنم یه خورده چیز کن، خونه نشستی، خب خدا میاد پیشت میگه سه نفر، یکیشون تو آفریقای جنوبیه، یکیشون توی آنکاراست، یکیشون توی مثلا یه شهر دیگه است. میگه تو این سه نفر رو هیچ وقت ندیدی، نمیشناسی، نه سلام علیک داری. اگه تو جون تو رو بگیرم اون سه نفر زنده میمونن، ولی اگه جون تو رو نگیرم اون سه نفر میمیرن. کدوم انتخاب میکنی؟ جون تو رو بگیرم. خب نمیشناسمش. آره آفرین. جواب همین سوالی. ببین تا حالا شده یه کاری تو دوره فوتبالی نخوای ولی مجبور باشی انجام بدی؟ نمیخوام بدونم چی. آره یا توی فوتبال نخوام ولی
مجبور باشی انجام بدی، چه به خاطر تیمت چه به خاطر هر چی. آره. چرا به اسب علاقه مند شدی؟ من چون به خاطر اینکه شهر گنبد کاووس، خب بیشترشون یعنی اسب دوستن، یعنی 95 به بالا، یعنی تا این حد میخوام بگم که اسب دوستیم. حالا من بابا بزرگم، عموها، پدر خودم، هممون اسب داشتیم. یعنی تو هر جا بری از اون خانواده معلومه اصلا قطعاً اسب دارن. قبل از فوتبالم یعنی وضعتون خوب بوده درسته؟ چون کسایی که اسب دارن، من نه، تازگی داره مود میشه اسب. خب ما، من واقعا دارم میگم، یه بار واقعا بابام شکست خورد سر اسب، یعنی سر قبل از اینکه نه کلا زندگی بیزنس شروع کرد. آره زندگی شکست خورد از نظر مالی، ولی اینکه ما آدم پولدار بودیم، نه ببین واقعا درست نیست، ولی اصلا آدمی هم نبودیم که مثلا خیلی دیگه تحت فشار بریم و اینا، ولی واسه خودمون به اندازه خودمون داشت. متوسط خوبی داشتی؟ داره. آره متوسطی که مثلا رو به متوسط رو به پایین رفت بابام، که ولی بازم برام کم نمیذاش خودت. نایس. تو تک فرزندی؟ من یه دونه خواهرم دارم. زنده باشم. اسم اسب چی بود؟ من یادم رفت. سریک. اونو از کی داشتی؟ خیلی وقت داشتیش یا؟ من سریکو خیلی و آره موقعی که کره بود، موقعی که 8 ماهش بود. اسبا هر دوره‌ای که قهرمان میشن میدونی چی شد اصلا گرفتمش؟ میدونی اصلا چی شد که گرفتم؟ من از جام ملت‌های آسیا که اومده بودم، خب یکی از مالک‌های بزرگ اون موقع به من این اسبو هدیه داد. و واقعا هم نمیدونست که این اون، چون موقعی که کره است تو متوجه نمیشه که این در آینده چی میشه. ولی خب انقدر این اسب قوی شد و فکر میکنم که اونم نمیدونست، اونم فکر نمیکرد تا این حد چیز باشه، انقدر قوی شه. انقدر قوی شه. هر قهرمانی که میگیره سردار گرونتر میشه قیمت اسب. ببین بیشتر رو شرط بندی میکنن دیگه، بیشتر مالکا رو شرط بندی میکنن، ولی خب قیمتش هم میره بالا. آره قیمت اسب تو میتونیم بدونیم چقدر میارزه یا لازم نیست بدونیم؟ ببین مثلا من یه دونه اسبم تو استرالیا 500,000 دلار گرفتم، ولی مصدوم شد نتونست بدوه. خب مثلا یه دونه شد نزدیک 300,000 تا خریدم، یه دونه شد 100 میلیون گرفتم. یه سال بیزینس هم میشه، میتونی بخریش گرونتر شه بفروشیش؟ آره شده. مثلا من یه دونه اسب گرفته بودم 150 میلیون، خب ولی این اسب ترکون فروختمش 700 میلیون. واه نایس. یه تیمی دارم که اون تیم نسبتاً قویه، تالنت اون اسبا رو مثلا میشناسه. مثلا بعضی از اسبا رو من پیشنهاد میکنن که توی یه دست یه مربی و مالکی نتونسته بود و میگن سر تو اینو بگیری، با هزینه های خودت، با کارهایی که مربی میکنه میتونه نتیجه خوبی بگیری. اسب مهمتره یا اسبا؟ دوتاش مربی، اصلا یه اکیپشون کاملا چیز دیگه مهمه. طرز نفس نگهداری سوارکار و اینا خیلی مهمه. چیزی که مردم در موردت اشتباه فکر میکنن چیه؟ اینکه مردم راجع من چی فکر میکنن واقعا برای من مهم نیست. یعنی میگی چیزی که خودم، من سعی میکنم انرژی مثبت ها رو، آره من سعی میکنم انرژی مثبت ها رو بگیرم، انرژی منفی هیچ موقع نمیرم کامنت منفی بخونم یا هیچ موقع منم نمیرم. آره. و اینکه تا الانش خدا رو شکر به جایی که رسیدم و میخواستم که به همین مراحل برسم که رسیدم، مهم خودم بوده، خانواده خودم هست، ولی از هیچ مو از قضاوت دیگران، چه به درست چه به غلط، هیچ مو نترسیدم و واقعا برای من سردار میگن وقتی بترسی باختی. اصلش همینه واقعا. واقعا 100%. آره انرژی منفی برای همه هست، میدن و حرفتو کاملا هم قبول. ولی من خودم شخصا، ببین مثلا میگین فدای من، فدایی رو شاید میشنیدم که خیلی رپر چیزی خفنی بوده. آره. ولی شما نشده مثلا دو سه تا آهنگ تا آخر گوش بدم. میفهمم چی میگی. ولی من میگم بابا اینجا گوش ندادم دلیل برای نیست که اون خفن نباشه، اون خیلی آدم خفنیه. متوجه میشین؟ یعنی حتی هم ببینمش، مثلا من یه اخلاقی دارم، هیچ موقع حسودی نمیکنم، هیچ موقع. این نظر شخصیه دیگه، یکی گوش میده یکی گوش نمیده. منم خودم شاید یه خواننده ای رو اصلا گوش ندادم، همه دوستش داشتم. فوتبال مثلا بین مسی و رونالدو میگن، مثلا من میگم رونالدو. آره بعد فوش میخوری چی؟ میگم پس مسی چی؟ من میگم دیوونه که نیستم، دیوونم دوست نداشتم. مثلا من نظر فوتبالی و اینا دارم میگم، سلیقه‌ایه، دلیل برای نیست که من بگم بده مثلا اون طرف خیلی بده. نظر شخصی میگی. آره یه خاطره خفن از تو رختکن تعریف میکنی برای ما؟ رختکن تیم ملی؟ هرچی تیم ملی، باشگاه، یه خاطره خیلی باحال. ما بازی داشتیم با بحرین، خب توی رختکن داشتیم گرم میکردیم، یازدهتای اصلی بود و ما بازی اول رو باخته بودیم و من اصلا فهمیده بودم به جز از دو سه تا از بازیکن ها دیگه یه خورده ترسیده بودن، چون با یه مساوی هم نمیتونستیم بریم چیز جام جهانی دیگه، مقدماتی جام جهانی باید میبردید قطعی. آره
آره باید 4 تا بازی و 4 تاشو باید می‌بردیم. خیلی سخت بود. فکر کنم 3 تا بود. بحرین و عراق بود. آره. اونجا من واقعا دیدم اون 2-3 تا بازیکن اصلا رنگشون سفید بود توی گرم کردن. من اونجا بهشون یه حرفی زدم. فکر می‌کنم به جام بود. ما بزرگای تیم ملی موقعی که حرف می‌زنیم، اونا انقدر باید به اعتماد کنن. خب الان دیگه ماشاءالله همه‌شون بزرگای تیم ملی هستن. چندین سال دیگه همه با هم دیگه حرف می‌زنیم. یعنی دیگه جوری نیست که مثلا بخواد دو نفر حرف بزنن. یعنی اون حرفم خدا رو به من اعتماد کردم و بچه اونجوری بازی کردن انقدر خوشحال شدم که اصلا حد نداشت روحیه عوشتون بازی دیگه. من گفتم بچه ها من بهتون قول میدم 100% بازیتون رو نکنین، 60% بازیتون رو بکنین. اگه ما 3 تا بیشتر از اینا به اینا نزدیم من دیگه واقعا تیم ملی نمیام تا این حد. آخه من واقعا مطمئن بودم چون جلوشون داشتم بازی میکردم دیگه، موقعی جلوشون هم داشتم بازی میکردم گفتم خدا اینا چجوری ما داریم به اینا میبازیم. بعد قشنگ بد شانسی، ولی من مطمئن بودم برگشتشون میبریم. که من اینو حتی به رئیس کارخونه چای گلستان هم گفتم که خیلی نگران بودن قبل از بازی. اسپانسر بودن اونا درسته؟ نه اسپانسر نه. همینجوری که دوستامون بهترین آرتیست زن ایران از نظر تو؟ آرتیست زن ایران سوگن؟ وای دوستت دارم، خیلی قشنگ گفتی. سردار جهنم میری یا بهش؟ واقعا هر جا رفیقام باشن من اونجا میام. پرسوتی ترین بازیکن ایران کیه؟ علی بیرام. خوشگل ترین فوتبالیست میگی نگیا میگی نگیا میگه باشه، ولی 2 دقیقه بعد تو ورزش سه ها میاد. عجیبه. ولی یه چیز بگم، علی بیرانوند یکی از بهترین دوستای فوتبالی منه و کنار هم دیگه میشیم، یعنی از هم دیگه جدا نمیشیم از تیم ملی. و اینکه چقدر پسر گله، واقعا دارم میگم. ما شوخی میکنیم ولی خیلی ها نمیفهمن این شوخیه، ولی واقعا شوخیه. آره دیگه با هم رفیق دیگه. خوشگل ترین فوتبالیست ایران؟ خوشگل ترین فوتبالیست ایران به نظر من علیرضا حقیقی. من خیلی دوستش دارم. وای چقدر نظر دیگم... استایلی و قیافه‌ای و... آره سارا جون خیلی دیگم دوستش داشتن و دارن. ببین زشت‌ترین فوتبالیست ایران من علی بیرانوند. من علی بیرانوند. بازیکنی که هنوزم ازش خوشت نمیاد؟ همش تیم ملی بودم. خب من همش تو تیم ملی بودم و اینکه وقتی تیم ملی میاد همشون بهترینه، یعنی از 85 میلیون نفر همینا هستن که دارن میان تیم ملی. نه اخلاقی ها بگم که بد. اخلاقی بد کنه. یه خاطره بد تو فوتبالت بگو. یه مسئولیتی اومد اینجام هنوزم جاش هست که یک سال اونورتر میخورد دکتر گفت که میرفتی کما و خیلی بد میشه. سر به سر شده بودیم داخل چیز و بدترین خاطره بود. باز خوبه به خیر گذشت. اگه رپر میشدی دوست داشتی با کی بخونی؟ سردار اف ام. دوست داشتی با کی بخونی رپر میشدی؟ ببین من واقعا همه شونو میآوردم. همه رو توی یه ترک؟ نه همه شدم. ببین بذار یکی رو انتخاب کنم. میرفتم تو قم مثلا دوست پسر دوست دختری میخواستم برم آرمین رو انتخاب میکردم کنار که واو 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 بگم مثلا من. اگه نه مثلا گنگ تور می‌خواستی بخونی بهزاد خوب بود مثلا لیتو برای آره مثلا می‌خواستم معروف بشم من مثلا با زد بازی می‌خوندم. اوکی بیزینسی می‌خواستم فکر کنم خب با ام جی و بهزاد لیتو اینا می‌خوندم. خب زد بازی دیگه با زد بازی می‌خوندم. بذار کنسرت هم برم حاجی. سلبریتی که سردار باهاش صحبت کردی ولی ازش خوشت نمیاد، یعنی دیدیش یه جایی تو مهمونی چه میدونم یه جای دیدیش ولی بعد باهاش حال نکردی؟ ما رو رد بدش. بدترین هنرپیشه ایران؟ بدترین هنرپیشه ایران این هم فکر کنم باید رد کنی آجی. خیلی ها هستن. یه دونه ره داره توش ردش کنی. با سه شروع میشه، با سه شروع میشه. اوکی اسم میگم من نفهمیدم من واقعا نفهمیدم. اسم میگم نظرتو بده. سعید عزت اللهی. مغز متفکر الان تیم ملی داخل زمین. کچی بیت که حال میکنم باش. آهنگاشو خیلی دوست دارم. سروش هیچکس. پیشکسوت. دورچی. ازش حامله هم باشی. ممرزا گلزار. هیچ نظری ندارم رو. حسین رپر، حسین ابلیس قدیم. آهنگاش خیلی گنگ توره ولی خودشو نمیدونم. بهنوش بختیاری. هنر پیشه. کیروش. نظر من جنتلمن. کوتک. خوشقر. دوستت دارم. حالا دوتا میگم یه دونه شو انتخاب کن. اسپد یا فوتبال؟ فوتبال. رپ یا پاپ؟ چی میشه؟ رپ. پرسپولیس یا استقلال؟ داشتن عدش در می آوردم به خاطر همین. پرسپولیس یا استقلال؟
هیچ کدوم. بارسا یا رئال؟ من رئالی ام. گاهی اوقات هم بارسایی میشم، نمیدونم چرا. پس رونالدوی هم هست دیگه، رونالدو مسی نپرسم دیگه. آره. تلگرام یا اینستاگرام؟ اینستاگرام. یوتیوب یا تلویزیون؟ یوتیوب. حالا به خاطر پول یه باشگاهو انتخاب کردی؟ نه، ولی الان شاید بشه. گرونترین کادویی که خریدی؟ ماشین مرسدس جی کلاس برای خانم. واه اشما. گرونترین کادویی که گرفتی؟ خونه. اوه مرسی. چند تا ماشین داری؟ 6 تا. با ارزشترین، این سوال آخرمه سردار جون، این آخرین سواله، با ارزشترین لباسی که از یه بازیکن گرفتی چی بود؟ زلاتان. واقعا از زلاتان گرفتی؟ آره زلاتان، چون من الگوم بود. خب کجا گرفتی؟ روبروش بازی کردم دیگه، روبروش بازی کردم، بازی با روسوف منچستر یونایتد. پیرانی گرفتم که این رو امضا کنه بده به خیریه و اینا، ولی من پیرانو دادم به سلبریتی. اون سلبریتی گرفت برای خودش. نمیتونم چیکار کنم، ولی من قصدم اون بود و اصلا ناراحت نیستم، اوکی ام، یعنی مشکلی نیست این موضوع، ولی قصدم اون بود دیگه. یه سوال، تو پیرانو دادی به یکی ببره بده بهش امضا کنه، پیرانه معلوم نشد آره. قضیه نه 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 نه، من پیرانو گرفتم ازش. خب این پیراهن رو دادم که یکی بخره، یه حراجش کنم بخره، بعد بدمش به خیریه اون پولو. خب ولی خب پیرانو گرفتم، فکر کنم پیچونم. آره سردار جون، یکی که خیلی خوشحالم موسیقی رپ گوش میدی، یکی اینکه مرسی اینقدر بامرام و مهربونی، دو اینکه مرسی اومدی تو این برنامه. هر جا هستی موفق و بیزوش، اگه حرف آخری داری بزن و خدافظی کن با همه. قربونت برم، خیلی خوشحال شدم پوری جان، و اینکه ان شاء الله همیشه موفق باشی. چرا؟ چون که من واقعا میگم تو و چند تا رپرای دیگه واقعا میتونین الگو بشین برای بقیه رپرها. چرا؟ چون که خیلی شرایط سخت خودشونو بکشن بالا، من خودم حال میکنم. خب واسنم اینکه نمیگم مثلا پسر باشه دختر باشه بگم چیزه، نه من حال میکنم هر کی که باشه، و اینکه دم اونایی گرم که تا لحظه آخر واقعا میجنگن، و اینکه اگر ما انتخابی هم کردیم، شوخی هم کردیم، بذاریم به پای همین چیه بود، تک هر خوشی هست برای پوری، برای پوری هم برسیم، هر خوشی هست واقعا ممنون. مرسی سردار جون. مرسی، قربونتون برم، دم همتون هم گرم، متشکرم، خدا حافظ. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. این بود از مسابقه خفن پوتک با سردار، امیدوارم که لذت کافی و برده بوده باشید. از اونجایی که پوریا پوتک یه آدم فوق العاده گشادیه، برام جمله سنگین فرستاده و گفته محمد این دفعه تو این جمله سنگین رو بگو. بریم سراغ جمله سنگین. میگه که امان از ترس عادی شدن برای کسی، اول از همه پول داشید و بعد سلامت بشید. گود بای.